Yeah. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. بینندگان عزیز، درود و سلام خدا بر همه شما باد. بار الها با لطف و رحمتتون طاعات و عبادات را از ما قبول بفرما. 28 روز از رمضان هستیم. رمضان دیگه تموم شد. از خدا بخواهیم که از ما قبول بفرمایند، ما را مورد مغفرت و رحمت قرار بدهند. رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث می فرمند: وای به حال کسی که رمضان را دریابد اما مورد مغفرت و رحمت قرار نگیرد. اینقدر زمینه برای اینکه انسان مورد مغفرت و رحمت قرار بگیرد مهیا هست که در ذهن انسان نمی گنجد. و کسی که نخواهد از این بازار رحمت و مغفرت توشهی برداشته باشه، واقعا زیانکار هست. خودش رو دیگه باید ملامت کنه. و گفتیم که در این شبهای آخر رمضان بهترین عبادت خواندن قرآن هست، چرا که شب نزول قرآن هست. قرآن هدایتگر هست. با اینکه دائما قرآن خود را به این وصف ستوده و آراسته کرده، اما متاسفانه می‌بینیم که از خود قرآن برای گمراه کردن انسان‌ها، برای توجیه شرک، برای توجیه انسان پرستی و تعدد آلهه استفاده میشه. دقت کنید، این کلماتی که من گفتم، انسان پرستی و تعدد آلهه، کلماتی است که متاسفانه در جامعه ما حقیقت داره، وجود داره و جامعه به انسان پرستی روی آورده. همونطور که در جوامع جاهلیت هست و وجود داره، متاسفانه خدا را رها می کنند و انسان پرستی روی آورند. حالا به هر اسمی، هر کدام، یکی وقتی بحث شفاعت، یکی بحث توسل میاد، به هر نامهای مختلفی که حقیقت رو تغییر نمیده. شما اسمو تغییر بدید، حقیقت که تغییر نمی کنه. قرآن با وجود این که هدایتگر هست، اومد در جامعه بشری یک تغییر و تحول بزرگی به وجود آورد، انسانها رو مورد خطاب قرار داد، گفت که شما عاقل هستید، شما مکلف هستید، فکر کنید، بیاندیشید. قرآن داره با شما صحبت می کنه، دونست اونها را از گمراهی ها، از ظلمت ها نجات بدهد، به سعادت در دنیا برسونه قبل از آخرت. اما وقتی نگاه میکنیم، متاسفانه برای توجیه انسان پرستی، توجیه عبادت غیر خدا، برای توجیه تعدد آلهه، متاسفانه میبینیم که به قرآن استدلال میشه. و خیلی عجیب هست بینندگان عزیز، که میبینیم که به اقوال علما استدلال میکنن. مثل اینکه وقتی من میگم تعدد آلهه، اینجاست دیگه، میشه اقوال علما خدایانی برای آنها، علما میشه خدایانی برای آنها، در حالی که یک عالم رأیش، سخنش کی اعتبار داره؟ زمانی که مطابق با قرآن و سنت باشه. یک عالم که معصوم نیست، اشتباه میکنه، احترام عالم برای خودش حفظ می شود، اما زمانی که اشتباه کنه، اشتباهش قبول نمیشه. اصل قرآن هست و بعد سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. چیزی که باعث سعادت انسان میشه پیروی از قرآن هست. قرآن داره به پیامبر هم امر میکنه که بعد از قرآن اطاعت پیروی کنی، اما متاسفانه میبینیم که قرآن رها شده، اقوال علما اصل شده، توجیهات بدور از عقل و منطق اونها اصل شده.
قرآن که باید هدایتگر باشه، هدایت قرآن وقت خودش رو میسازد که هدى للمتقین، قرآن شده تابع. در حالی که در بحث هدایت وقتی ما نگاه میکنیم، مثلا در معجم مقاییس الهدى بحث هدى را میاره، هدایت که میاره، میگه هدایت چیه؟ التقدم والارشاد. میگه دو تا معنا داره، معنا اولش که التقدم والارشاد، این که در جلو باشه و راه نشونت بده، یعنی اینکه تو قرآن و امام خودت قرار بدی، جلو خودت قرار بدی، ببین قرآن چی میگه، نه اینکه بیاد روایت یا گفتار علما را امامت قرار بدی، هدایتت قرار بدی و بعد بیای قرآن و پیرو اینها کنی. برای توجیه سخنان خودت ناچاری کلا هی از آیات قرآن بیاری که تأیید سخن خودت باشه، نه اینکه قرآن اصل باشد، نه اصلی درست کردند بعد میان به قرآن مراجعه میکنن که قرآن ببینم چطوری میشه برای اینکه یک لباس شرعی بهش داد. دیگه بحث عقیده هست، بحث دین هست، بندگی برای خداست، عبادت هست، ناچاره بیاد از قرآن استدلال کنه برای توجیه اعمال نادرست و خلاف شرع و خلاف عقل، خلاف توحید، میاد از قرآن استدلال میکنه. خیلی عجیب هست، انسان باید خون بگرید خدا. قرآنی که هدایت هست، قرآنی که اومده انسان آزاد کند، قرآنی که اومده مردم رو دعوت بدهد به بندگی برای خدا، دقت کنید چطوری ازش استفاده میشه، برای دعوت به بندگی، به بندگی انسانها، برای اینکه شریکی برای خدا قرار داده شود در نیازها. تماسایی که میاد دقت کنید، دفاعهایی که میکنن، چقدر خود را به در و دیوار میزنن، چیگونه آیات قرآن رو لوس میکنن. متاسفانه جنایت بزرگی که در حق قرآن میشه، که دین در اینجاست که میشه افیون ملت ها. وقتی که لینین ها، لینینی ها اینو میگن که دین شده افیون ملت ها، همینه دیگه، برای انسان پرستی، برای انسان پرستی میاد به قرآن استدلال میکنه. خب قرآن وقتی میاد میگه که الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، هدایتی است برای پرهیزکاران. این هدایت یعنی چی؟ گفتن اینکه امامشون هست، راه را نشونشون میده، جلوشون هست، پشت سر قرآن میرن. و جالب است که در سوره لقمان وقتی میخونیم میفرمایند که الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدى و رحمت للمحسنین، برای محسنین، یعنی کسانی که کار زیبا انجام میدهند، کسانی که بخوان زیباترین کار انجام بدن، قرآن هدایتی است برای آنها و رحمتی است برای آنها. هم هدایت است و هم رحمت است. هدایت برای محسنین، رحمت برای محسنین. خب این محسنین هم که صفاتشون همطور که در صفات متقین اومده، صفات محسنین هم اومده که یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، در سوره لقمان میخونیم. هدایت وقتی که بحث هدایت قرآن میشه، ببینیم که در 24 جا از قرآن بحث هدایت اومده، 24 جا بحث از هدایت قرآن اومده. در سوره مبارکه بقره وقتی که بحث نزول قرآن میشه، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان، هدى للناس، برای همه انسان ها. یعنی هیچ که نمیتونه بگه که من قرآن نمیفهمم، هر کی دنبال هدایت باشه قرآن هدایتش میده، قابل فهم برای همه هست، هدى للناس برای همه، هر کس در هر درجه که باشه، مهم اینه که عاقل باشه، هر کی باشه، هدى للناس برای همه. اما بینات من الهدى والفرقان برای کسانی است که دیگه ایمان برن، هدى للمتقین میشه دیگه، هدى و رحمت للمحسنین میشه، گروهی که بهش ایمان بیارن اونجا میشه دیگه راه نشونشون میده، میشه بینات من الهدى والفرقان، به تفصیل دیگه میاد براشون واضح و آشکار میکنه، واضح میکند که کسی که ایمان آورده نیازمند هست دائما، از یک مرحله میخواد به مرحله دیگه بار، نیازمند هدایت قرآن هست. کسی که محسن هست، کارو زیبا انجام میده، معناش نیست که دیگه درجا میزنه میسه، نه، همیشه در حال رفتن هست، در حال حرکت هست به بالاتر، به مقام بالاتر، نیازمند هدایت قرآن هست. هدى للمحسنین، هدى و رحمت للمحسنین، هدى للمتقین، همطور که میفرمان که
قرآن چیکار میکنه؟ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور باذن ربهم. یعنی قرآن مؤمنان را از ظلمت ها و تاریکی ها به نور میاره. یعنی من مؤمن، شمای مؤمن، وقتی میگی من مؤمن، من نوعی است نیازمند به هدایت قرآن در هر کاریمون، هر گفتاریمون هستیم، در هر موقعیتی که باشیم، در هر مقامی از مقامات بندگی که انسان باشه نیازمند به هدایت قرآن هست. هدل للمتقین، برای اینکه مؤمنان را از تاریکی ها، گمراهی ها، از نادانی ها بیاره به سوی نور. همه اینها تاریکی است، جهل، نادانی، خرافات، بیماری های قلبی که انسان داره، در قلبش هست، در سینش هست، اینا همه تاریکی است. قرآن میاد انسان از این تاریکی ها به در میاره، میاره به نور. وقتی که انسان در نور هست میبینه دیگه، تشخیص میده بعد کجا پاشو بذاره، میتونه جایی که میخواد بره مشخص کنه. ولی ما در تاریکی چی؟ سرگردان هست. یتیهون فی الارض، سرگردان میشه انسان دیگه، دچار سرگردانی میشه. انسانی که در تاریکی است همیشه در سرگردانی است، نمیدونه. اما کسی که در نور هست، بر اساس نوری میره، مشخص است. خب قیامت هم همینطور، خدا هم وقتی میفرمان که مؤمنان بر اساس نوری که برای خودشون درست کردن، بر اساس ایمانشون و عمل صالحشون، بندگیشون برای خدا، یه نوری دارن، بر اساس این نور در تاریکی های قبل از صراط حرکت میکنن. منافقین میگن که بذارید ما هم با نور شما استفاده کنیم. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، صبر کنید تا ما از این نور شما استفاده کنیم، با نور شما بیاییم. نوری ندارن دیگه، کسی که در ظاهر ادعای ایمان میکرد دیگه، ادعای ایمان که برای انسان نوری به وجود نمیاره. پس یه نوری در این دنیا به وجود میاد بر اساس ایمان و عمل صالح، که هم انسان از این نور استفاده میکنه در دنیا و هم در آخرت. در این دنیا خب مشخص است بر اساس میخواد سخنان خدا چی درش رضای خدا هست میخواد انجام بده، برای خدا انجام میدهد. آخرت هم نوری خواهد داشت. اما منافق چی؟ منافق نوری نداره. کسی که برای خدا شریک قرار میده، خب این اعمالی که انسان برای خدا شریک قرار میدهد هیچی، حساب نمیشه، تاریکیست. چه اعمالی که انسان غیر خدا را خوانده باشه، واسطه قرار داده بین خودش و خدا، خب که خدا ازش قبول نمیکنه، میگه برو فلانی بهت بده، برای کسی که انجام دادی، تو اونها رو میپرسیدی، تو اونها پاداشتو بدن. خب هیچی، اعمالی که درست نبوده، برخلاف بندگی برای خدا بوده، توحید نبوده، یا در اون حتی بدعت بوده، بدعت ها هم سبب میشه که عمل انسان قبول نشه. چیزی که بدعت هست، خیال نکنیم که حالا یکی بگه من میخوام که این گونه میخوام خدا رو عبادت کنم، مگه چه اشکاری داره؟ این میشه دالین دیگه، که ما در هر نماز داریم میگیم که خدای ما را از جمله گمراهان قرار مده. کسی که بدعت در دین میاره گمراه است، از جمله گمراهان است، نادانسته میخواد خدا رو عبادت کنه، از نزد خود، از پیش خود یه عبادت اختراع میکنه، انجام میده، میگه چه اشکال داره، خوبه دیگه، داریم عبادت خدا میکنیم. اینها هم قابل قبول نیست، گمراهی است دیگه، باعث میشه که عمل اینها تبدیل به نوری برای انسان نمیشه، نه در دنیا و نه در آخرت. چه زمانی تبدیل به نور میشه؟ زمانی که برای خدا باشه، بر اساس بندگی برای خدا باشه، بین خودت و خدا هم واسطه، فقط خدا را بپرستی. خب روز قیامت منافقین میگن که اجازه بدید ما از نور شما استفاده کنیم. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، برگردید اونجا که تقسیم نور بود، عقب برگردید نور بگیرید برای خودتون. فضرب بینهم بسور له باب باطنه، دیواری زده در بین اینها، باطنش رحمت هست و ظاهره من قبله العذاب،
برای منافقین عذاب هست، اون طرف رحمت هست، جدایی انداخته میشه. فرقانی که اینها در دنیا میخواستن خود را در جمله زمره مؤمنین قرار میدادند، اسمای اسلامی داشتند، ادعاهای ایمانی میکردند و چه بسا استدلالهایی به قرآن میکردند، سنگ دین و اسلام و پیامبر و امت و ملت به سینه میزدند، اما حقیقتا ایمانی نبود دیگه، ادعایی بود فقط. الان دیگه فرقان کامل پیش میاد در مورد اینها، فرقان حقیقی الان پیش میاد و دیگه مشخص هست که بعد گفته میشه که مأواکم النار هی مولاکم و بئس المصیر، دیگه کلن مشخص میشه. پس قرآن میاد راه را به انسان نشان میده، هر کی دنبال حقیقت باشه، هر کی دنبال این باشه که خود را به سعادت برسونه. هدل للناس هست، همه مردم میتونن اون استفاده کنن. هدل للمتقین میشه وقتی که انسان دیگه قبولش کرد که واقعا قرآن هدایتگر هست، قرآن راه را نشونش میده. کتابی نیست که قابل فهم نباشه، یه گروه خاصی مثلا اونو بفهمند. خب پس این یکی از صفات ویژه قرآن هست که قرآن خود را به اون معرفی کرده. وقتی قرآن میفرماند که ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، قرآن به اون چیزی که راستر و درستر و پایدارتر هست همیشه هدایت میدهد، نشونمون میده. پس هدایت قرآن یک هدایت ماندگاری استوار هست، بهترین هاست، راه و رسم زندگی که به ما نشون میده بهترین راه و رسم هست، پایدارترین هست و همه میتونن ازش استفاده کنن. در بحث عقیده وقتی میاد، عقیده انسان، دید انسان به جهان هستی بار دیگه یک درست نشونت میده، حرکت جهان هستی و حرکت انسانها و نسلها و ملتها همه رو خوب نشونت میده که انسان چه برداشتی داشته باشه از جهان هستی. حتی در ارتباط با خود انسان، با اون احساساتش، باطن خود انسان و ظاهرش هماهنگ میکنه، یکسان میکنه، به بهترین ها داره نشونت میده. همه اینها از مزایای قرآن هست. قرآن پس کتابی است که هر کس بخواد دنبال هدایت باشه هدایت پیدا میکنند. اما این انسان ها هستند که حالا یا با نمیخوان چشمشون رو میبندن، خودشون رو کور نشون میدن در برابر قرآن، یا متاسفانه برداشت بدی از قرآن میکنند که بار دیگه سبب گمراهیشون میشه. ولا یزید الظالمین الا خسارا، باعث خسارت این ظالم ها میشه. کسی که بیاد در قرآن بدین گونه وارد بشه حقیقتا ظالم هست، بخواد سوء استفاده از معانی قرآن کند، برای اثبات عقاید شرکی خود از قرآن استفاده کنه، فرمان که ولا یزید الظالمین الا خسارا. بله آقا مصطفی. سلام علیکم جناب استاد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عرض به حضور شما و حضور دوستان مخاطب عزیز، بهترین استفاده که ما میتونیم از قرآن ببریم خصوصا در این ماه مبارک همین جنبه هدایتگری قرآن هست. خداوند رو شاکریم که ما رو مسلمون آفرید، خداوند رو شاکریم که وسیله نجات ما رو قرآن کریم قرار داد. الحمدلله. عزیزان بیا متوسل بشیم به این قرآن در این ماه مبارک، بیشتر استفاده کنیم از فیوضات این کتاب شریف. اگر که ما ایمان بیاوریم به این کتاب، خود نور قرآن ما رو هدایت میکنه. استاد اشاره زیبایی داشتن که کتاب قرآن وسیله هدایت هست برای ناس، برای همه مردم. اگر که ما اومدیم و قبول کردیم، اون وقتی که خودن للمتقین میشه وسیله هدایت متقین. امیدواریم که خداوند ما را از اون دست افرادی قرار بده هست که قرآن رو وسیله هدایت خاص قرار بگیریم انشاءالله.
آمین آمین. استاد یه مسئله برام پیش اومد، متاسفانه ایران به حضرت پیغمبر اکرم جسارت ها و توهین هایی کرده بود و حتما ایشونو میشناسید، آقای عبدالکریم سروش، توهین های بی‌سابقه و بی‌شرمانه کرده بود و من متاسفم هم برای شخص ایشون و هم اون نامردها و نانجیب هایی که میان توی برنامه از وجود این چنین افرادی استفاده میکنن و به عنوان کارشناس میارنشون توی برنامه. خواستم از این تریبون بگم که عزیزان هر کسی که از قرآن دور شد نتیجه که همین زلالت و همین گمراهی ها. واقعا هم همین گونه، به خصوص وقتی که انسان زیاد تو بحث این تصوف و فلسفه که میره نهایتش گمراهی است. فلاسفه نهایتا گمراه سرگردان و دچار الحاد میشن، دچار حتی بعضشون وحدت الوجودی که میشن و بعد خیلی هم دچار الحاد میشن. خود امام غزالی رحمت الله علیه دقت کنید با این که چقدر رفت توی عمق فلسفه، خودشون میگن نهایتا اومد گفت که تهافت الفلاسفه، حرفاشون بی خود هست، جز انسان و سرگردانی و گمراهی هیچ نمیکشونه. این نهایت واقعا اگه کسی دنبال هدایت باشه قرآن. کاملا حرفتون درسته. بله آقا مصطفی قطع شدن. واقعا دقت کنید هر اندازه که انسان بخواهد بگرده، حالا تو کلام بشر میگردن، خیلی ما نمیگیم که در اسماله نیست، در حد خودش خیلی خوب هست، میوستن چسبیدن به اشعار، حالا چه اشعار مولانا باشه، چه اشعار حافظ باشه، چه اشعار سعدی رحمت الله علی الجمیع، اینها را اصل قرار دادن و مشغول شدن به تفسیر و تجزیه و تحلیل این اشعار، در حالی که انسان از خدا خیلی غافل باشه، از قرآن نباشه، چیزی از قرآن نخونه، ارتباطی با قرآن نداشته باشه، واقعا انسان حیف نیست. خب خوبه، اشکال نداره انسان اشعار این بزرگان بخونه، حقیقتا خیلی امکان داره، خیلی چیزاشون از این اشعار معانی قرآنی داره، دیدشون بوده، برداشتشون از آیه بوده، یا مبارزه بوده با وضعیتی که دکانداران دین به خصوص زمان حافظ رحمت الله علیه در جامعه خودشون به راه انداخته بودن، یا در مورد خود انسان شناسی که لو مولوی داشته، چیزایی که داشتن، ولی اینها بالاخره اصل نیستن، اینها فرع هستن، یه برداشت کردن از قرآن. خوب انسان بفهمه، بخونه، استفاده کند، اما که انسان سخنان اینها رو اصل قرار بده و هم مغمش تمام زندگیش اشعار اینها باشه، من فکر نکنم انسان رو به هدایت برسونه. خب نتیجهش مشخص است، اما چیزی که واضح و مشخص است قرآن هدایتگر هست. هر اندازه که ما با قرآن بیشتر باشیم انسان هدایتش بیشتر هست و اطمینان خاطری بهتری که داره و راه مستقیمی که هست زندگی خوبی خواهد داشت. هر اندازه هم که دورتر شدیم خب نتیجهش هم اینه که دیگه بیشتر از نور و هدایت و رحمت دور میشیم، سرگردانی میشی. قرآن سبب شقاوت انسان نمیشه. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. هیچ وقت قرآن سبب شقاوت انسان نمیشه. اما خیلی چیزای دیگه سبب شقاوت انسان میشه. دور شدن از خدا از قرآن سبب شقاوت میشه. اما هر اندازه انسان با قرآن باشه سبب سعادتش میشه. بله. آقا محمد بفرمایید. از کرمان. عرض میکنم خدمت شما استاد عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که نماز و روزه شما مقبول الله تعالی قرار بگیره. جمیعا من استاد بخواستم خدمت شما بگم که واقعا قرآن کتابی که هدایت میکنه آدم، اگر یک ذره سر سوزن از قرآن عقبتر بمونه یا جلوتر بری هر دوتاش به دلالت ختم میشه. ای که الان متاسفانه حالا یه فرد عادی مثل من باشه که میگه آقا این جاهله، این نمیدانه نمیفهمه، اما یکی که خودش رو بزرگ میدونه، اون کسی که خدا بهش توفیق داده، مسئولی شده، باید مطابق با قرآن قدم برداره که نه خودش شقی باشه نه مردم رو اذیت کنه.
یکی الان یک فردی بیاد رسانه توحیدی نور توهین کنه، پس ناراحت میشم. پس میبینن که یه عالمی میاد این تو میگه، این قلب من درد میگیره. رسانه توحیدی نور آیا جز قرآن گفته؟ من که ندیدم دیگه غیر قرآن حرف بزنه. یکی الان مثلا مشاور استاندار گلستان بیاد این تو میگه آخوندی، آخوند ملایه، این بیاد این تو میگه خب من ناراحت میشم. چرا با این تو حرف بزنه؟ تو باید تو بیا سخن بگی. خب آزاد هست هر چی. بله. بله. حالا دیگه نمیشه که جلوی دهان مردم رو گرفت و انسان در روز قیامت انسان بازخواست خواهد شد. حالا در این دنیا انسان در هر موقعیتی که هست یه حرفی میزنه، حالا خدا میدونه که به چه خاطر این حرف رو زده، ولی روز قیامت دیگه یا اون مطلب لسرائر حقیقت ها اون روز هست که واضح و آشکار میشه هدف چی بوده، اشتباه کرده، تعمد بوده، ازش خواستند. حالا این چیزاست که دیگه روز قیامت هست. انسان بس البته مواظب باشه صحبتایی که میکنه. خیلی ممنون آقا محمد از لطفتون. در بحث هدایتگری قرآن اینو ادامه بدیم که واقعا هدایت قرآن در همه امور زندگی هست، چه نه فقط در بحث عقیده هست که به انسان راه و روش درستی نشون میده که خود انسان خودش رو بشناسه کی هست، به عنوان اشرف مخلوقات هست، برترین موجود در زمین هست. ولقد کرمنا بنی آدم، مکرم هست، خلیفه خدا بر روی زمین هست، بهش نشون میده که تو برای چی آفریده شدی، بعد چگونه زندگی کنی. بعد بیام در بحث خانواده، در بحث حالا صحبت خواهیم کرد انشالله، روابط اجتماعی، روابط بین مردم با دولت، دولت با مردم، روابط سیاسی، روابط اقتصادیمون، همه اینها اسلام میاد مرتب میکنه، راه بهترین راه نشونت میده. بله آقای رضایی بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و رضایی. ممنونم. چون احتمال دیگه نتونم تا عید فطر و ایام با هم صحبت داشته باشیم و توفیق نشه، بذار من بحثیزه شروع کنم که عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد حیف، صد شکران آمد و صد حیف که این رفت. انشاءالله خدای عالم به برکت ماه رمضان این تتمه ماه رمضان رو بر مسلمانان، مسلمین، روزداران رمضان مبارک کند و به کام عطشان و گلوی تشنه روزداران رمضان هیچ مؤمنی، هیچ فردی از امت محمد در هنگام مرگ با لب تشنه دنیا را ترک نکنه انشاءالله رحمان. محضر استاد بگم که استاد بر این باورم، بعض برنامه در برنامه که گوش میکردم بر این سرستم که نظم آفرینش که خدای عالم در نظام خلقت گذاشته، اون چه که عطا می کند بر موجودات این بر اساس تفضل است نه استحقاق. بر استحقاق بر این باور که آقای حسینی استحقاقش داشته یک فیلسوف مثلا چیز بشد، یک فیلسوف جهانگیر بشد، شده آقای حسینی. آقای حسینی بر اساس تفضل خدای عالم این شده که هست، آقای رضایی این است که هست، و همینطور در انبیاء عظام خداوند بر اساس فضلشان ها را در زمره انبیا قرار داده است. و هیچ کسی نمیتواند بر اساس تلاش و کوشش بگه من میرسم جایگاه خاتم المرسلین میرسم یا میرسم در جایگاه حضرت موسی علیه السلام قرار میگیرم. و بر همین قاعده، اگر این قاعده رو قبول بفرمایید، هیچ کس نمیتواند با اون چه خدای عالم بر این قرآن تبیین کرده است، با خوندن یه قرآن فهمی رو که خاتم الانبیا از این قرآن برداشت می کند و اون چه که نیاز جامعه اسلامی است از این قرآن که قرآن رو این همه آب حضرت رب العالمین تأکید می کند، نه این که البته این هم کمال خوندن قرآن، ولی نه این که ما با خوندن قرآن غنی می شویم و نیاز جامعه ما برطرف می شود. من اون چه که از برنامه های حضرت عالی در اساس این سفارش های شما بر قرآن می بینم، اون نیست که ببینم شما در کنار این قرآن نیاز تبیین کننده قرآن را که خدای عالم خودش بیان فرموده است که اون را ما گذاشتیم که این قرآن را برای شما تبیین کند، اون را برش تاکید داشته باشید. فقط تاکید میکنه که قرآن را بخونید، شما از این قرآن سازنده است. قرآن را خداوند میفرماد وقت نهایت نمره میخواد بده، بما شفاء و رحمت للمؤمنین، اما رسول الله را میفرماید که
در یه آیه مبارکه میفرماید که نذیر للعالمین، این بر همه عوالم، در تمام عوالم خدا او رو اشراف داده است. خب این رو خدای عالم، ما اگر بخوام اینطور چیز کنیم که این قرآن خودمون میفهمیم، به شخصیت رسول خدا هم احتمالا به باور من توهین میشود. من اگر اجازه بدید بمونم بازم با حضرت عالی صحبت کنم و جوابای از دالجه بشنوم. بله، وقتی قرآن بدون شک کسی نمیتونه که ما رسول الله صلی الله علیه و آله اصلا به هیچ عنوان کنار نمیذاریم و همیشه هم میگیم که این دو میزان هست، قرآن و سنت. ابتدای صحبت هم گفتم که هر سخنی را ما باید عرضه کنیم بر میزان قرآن و سنت. این یه قضیه هست. قضیه دوم، جناب استاد رضایی، قرآن وقتی که به خود رسول الله صلی الله علیه و سلم امر میکنه که اتبع ما اوحی الیک، اتبع ما یوحا الیک، پیروی کن از قرآن، و وقتی که صحبت از هدایت میشه، هدایت یافتن رسول الله به وسیله قرآن بود. وقتی که میگه که با وجدک ضالن فهدا، با چی هدایتش داد؟ با قرآن. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، نمیدونست ایمان چیه، قرآن چیه. پس قرآن سبب اصلا هدایت پیامبر بوده، قرآن بوده که راه را به پیامبر نشون. خداوند داره صحبت خداست، یعنی قرآن یعنی صحبت خداوند. خداوند داره چی میگه؟ که یا رسول ما اینو به مردم هم برسون، عمل کن، این برای رسیدن به یک زندگی سعادتمند هست. پس قرآن اصل هست، قرآن اصل هست. رسول الله صلی الله علیه و آله ما وجودش انکار نمی کنیم و مکانت سنت رسول الله صلی الله علیه و آله انکار نمی کنیم، ولی ما چقدر مثلا اون چیزهایی که نیاز بوده رسول الله صلی الله علیه و آله تبیین کردن، اون چیزهایی که رسول الله صلی الله علیه و آله ما نیاز داشتیم برای اصحاب تبیین کردن، ما کسی منکر این نیست. و خداوند فرمودن که ما اصلا این قرآن رو به زبان عربی آسانش کردیم تا مردم بتونن راحت بفهمن. فانما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون. به لسان منظور نه به زبانته، منظور به زبان عربی که مردم راحت میتونن بفهمن. پس قرآن قابل فهم هست. اون چیزهایی که نیاز داشتم رسول الله صلی الله علیه و سلم تبیین کردن، و بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه کسی نیست، نیازی نیست که برای تبیین قرآن. من فکر کنم که خیلی دور این قضیه شما میچرخید که میخواد ثابت کنید که بله کسانی بعد از رسول الله هم نیاز هست. اگه نیاز هست پس رسول الله صلی الله علیه و سلم تبیین نکردند. اگه نیازی به تبیین هست بعد از رسول الله، انسانهایی که معصوم باشند، امام باشند و در ارتباط با آسمان باشند، دیگه پیامبر تبیین نکرده. پیامبر اون چیزایی که نیاز بوده تبیین کرده، برای پیامبر فرمودن، نگفتن برای امام. حالا بفرمایید. بله، اون چه که حضرت عالی فرمودید در این قسمت اخیر صحبتتون، من اینطور میفهمم که اولا اینکه فرمودید که وتبع ما اوحی الیک، مطابقت کن از اون چه که بر تو وحی میشود، از اون چه که بر تو وحی میشود، یعنی به ما هم بفهمیم که هر چه رسول خدا انجام میدهد بر اساس وحی است، و تمام گفتار و شنودار رسول خدا این نیست که در قرآن است. چون قرآن میفرماید و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، هر چه میگوید وحی است. خب پیامبر کلامای دیگه هم گفته که غیر از قرآن است. این یه مسئله این که دیگه میفرمایید که اگر بخوام بر اساس این بدانیم که قرآن رو فقط ما بخونیم، این همه قرآن الان در خونده میشه. من یه سفر خدا روزیم که رفتم مکه مکرمه، تو مسجد النبی جمع الله اکبر، که این مسلمانان چقدر قرآن میخونن، اینها از این قرآن خوندن چه برداشتی میکنن، این نوع این نه قرآن خوندن به چه کمال اینها رو سوق میدهد، به کجا رسونده اینها را. اگر این فکر در جامعه قوت بگیرد که اون که الان شما فرمودید که اون چی که باید پیامبر بگد گفت، اون چی که باید تبیین کند تبیین کرد، پس یعنی جوامع بعد از زمان رسول خدا به تبیین نیاز ندارند، و اون چی که پیغمبر گفت الالعبد برای بشریت کافی، نه اینطور نیست. در هر عصر از زمانی انسان ها برای درک و فهمیدن
نیازمندن به یک کسی که مثل رسول خدا با همان بیان، با همان اخلاق، با همان منطق بشریت رو به سوی حضرت رب العالمین با این کتاب و با اعجاز این قرآن سوق بدهد. یعنی این ببخش این دلیل از کجا میتونید بیارید که باید بعد از رسول الله کسی باشه که مثل رسول الله صلی الله علیه و آله؟ خدا فرموده که فقط برای پیامبر، این ویژگی پیامبر بوده. حالا مثلا بحث نماز بود، خب پیامبر تبیین کردن، حالا امام زمان میخواد چی تبیین کنه از نماز؟ بحث زکات بوده، بحث حج بوده، بحث روزه بوده، خب اینا همه رسول الله بیان کردن، تبیان کردن دیگه. چی من الان نیاز دارم وقتی میگه قل هو الله احد الله الصمد قل یا ایها الكافرون اذا جاء نصر الله تبت يدا ابي لهب وتب، یا وقتی که صحبت هست که الم تر کیف فعل ربك باصحاب الفیل ارایت الذي يكذب بالدين، این هم الان چی نیازی به امام زمان دارم، یک امام معصوم دارم که من بفهمونه؟ دوره قرآن میگه که ارایت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، میگه کسی که ایمان به آخرت نداره برد تعاملش با کسی که یتیم هست بد هست. ولا يحض على طعام المسكين، به کسانی هم که مسکین هستند کمک نمیکنن، غذا نمیدن، در پی رفع مشکلات فقرا نیستن، مثل الان چیزایی که تو جامعه ماست چه کار میکنن با فقرا، مثل صفت کسانی هستن دارن که متاسفانه به آخرت ایمان ندارن، واضح و آشکار هست. من برای چی الان امام زمان چی برام میخواد تبیین کنه؟ شما بفرمایید آقای رضایی، شما توی همین این آیه قسمت آیه شما بفرمایید که امام زمان که خودش الان 1200 اندی سال هست از دید از انظار مردم پنهان شده، چی میخواد برای من تبیان کنه؟ یا حضرت علی رضی الله عنه چی برای من تبیان کرد یا برای شما تبیان کرده، یا حضرت حسن، یا حضرت حسین، یا حضرت باقی که رسول الله صلی الله علیه و آله برای ما تبیان نکردند؟ اینو بفرمایید شما. آیا حسینی اگر شما عدم شهود را در هادی، در رهبر، در به اصطلاح چیزی که به سوی داعی الله باشد این رو نقص میدونی، خب وجود رسول خدا هم که الان برای ما مشهود نیست که بودن یا نه؟ نه نه، این مغالطه است آقای رضایی، این اصلا این مغالطه است. رسول خدا وجود داشته، قرآن برش نازل شده، برای ما بیان کردند، تموم شد، سنتش مونده. ولی کوب اون فردی که شما میگید که امام زمان هست، نیازمند هستن برای تبیین دین، خب کی اونو دید؟ وقت از کودکی از ترس اینکه کشته بشه از انظار مردم پنهان شده، تا الان از انظار مردم پنهان هست. هر کس هم میاد ادعا میکنه من با او در ارتباط هستم، هر کم ادعا میکنه برای روایت میگه دجال هست، دروغگو هست، هر عالمی هم که ادعا کنه بر اساس روایت خودتون دجال هست، کذاب هست، دروغ میگه، اینا همه اوهامی است، دکانی است که باز شده در حقیقتا. خود روایت ها چون نمیخواستن دیگه این قضیه کش پیدا کنه، این روایت ها رو درست کردن چون اصل وجودی نداشته. حالا من اصلا میگم که ول کن این امام زمان، حضرت علی رضی الله عنه شما بفرمایید چه تبیینی داشتن غیر از تبیین رسول الله صلی الله علیه و سلم، بفرمایید. فقط همین است و بس که اگر چیزی غیر از فرموده رسول خدا می گفتن اصلا وقتی به درد نمی خورد وقت باید ما بهشون شک می کردیم. خب چی داره، چی آوردن گفتار... الان من شما برای این جامعه، برای تبیین جامعه چی کاری کردن غیر از تبیینی که رسول الله کردن؟ مگه نمی گفتن ما پیرو رسول الله صلی الله علیه وسلم هستیم، هرچی پیامبر تبیین کردن همونه دیگه، گفتن که حلال محمد همون حلال است تا روز قیامت، چیزی ما نمیتونیم حرام کنیم یا حلال کنیم، یعنی هر چی رسول الله گفته. پس تبیین چی میخواد بکنه حضرت علی رضی الله عنه یا فرزندانشون؟ مگه من شما الان عقل نداریم، شعور نداریم که وقتی قرآن میگه که واتبع ما یوحى الیک واصبر حتی یحکم الله وهو خیر الحاکمین قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربي احد. هر کس که عربی بلد براش خیلی واضح هست، عربی بلد نیست براش ترجمه کن، واضح و مشخص هست چی میگه. برای چی من بیام سفسطه بازی کنم بعد یکی خودم انسان جاهل نفهمه بدونم خود رو از اون به منطقه اسفل و سافلین برسونم طور که خدا فرمود، بگم که من نه، ما نمیدونیم، ما قرآن نمیفهمیم، باید یکی باشه. خب این یکی باشه، بفرمایید چه تبیینی کردن آقا از زمان حضرت علی چه تبیینی کردن
که غیر از تبیین رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، مگر همطور که خودشون فرمودن که فهمی از قرآن داشته باشن. همه فهم دارن از قرآن، خاص کسی نیست. بفرمایید. قرآن، اما او فهمی را که قرآن نیاز ماست، او فهمی است که مثل فهم رسول خدا باشد. این که الان اخیرا فرمودید که ما و مگر ما عقل نداریم که اونجا که قرآن میفرماید که به بعد تبع ما اوهی علاج، مگر اون وقت که پیغمبر خداوند به ما فرماید اطیع الله و اطیع الرسول، برای ما نقصید؟ و آیا در این اطیع الله و اطیع الرسول همینطور که فرق میکنه؟ آقای رضایی، مثلا دو تا مسئله کلا قابل فرق هست. یکی بحث اطاعت هست، میگه اطاعت کن از خدا پیامبر، این مسائل سیاسی اجتماعی هر چی هست، اتبع ما یوحا الیک، پیامبر میگه از هر چیزی قرآن به تو گفته اطاعت کن، راه خطی که قرآن نشونت میده تو پیروی کن. یعنی خود رسول الله صلی الله علیه و آله هم بعد از قرآن اطاعت کند. قرآن قابل فهم هست، وقت میگن که بینات هست، کتاب مبین هست. مبین یعنی چی؟ بحث مبین وقت نگاه کنیم، نگاه کنید مبین همین که ذات خودش خیلی واضح و آشکار هست، که سخن خدا هست، حق هست، دعوت به حق میده، و همین که روشنگر هست، همه چیزو واضح و روشن کرده، ذاتاً واضح و آشکار هست، همه چیز رو هم واضح و آشکار کرده. وقتی که واضح و آشکار کرده برای من نازل شده، میگه برای اولو الالباب هست، برای قومی که یعقلون هست، افلا تتفکرون هست، لقوم یعلمون هست، وقتی اینها میگه قرآن، پس این قوم یعلمون کیان که میگه که ما برای این قومی که میدونن عاقل هستن ما قرآن رو نازل کردیم، برای مردم فرستادیم، این مردم کیان؟ خب خدا با من با یک زبان تو باید میکنستن قابل فهم نیست، یعنی نعوذ بالله خدا ما را سر کار گذاشته که میگه برای شما فرستادم اما نه شما نمیفهمید، برای کسی دیگر هست، کسی دیگه باید بیاد براتون توضیح بده. کدام چقدر جلسه تفسیر قرآن رسول الله صلی الله علیه و آله، چقدر مردم میومدن مثلا که در جلسات از جای دیگه، آقا قرآن براشون خوانده میشد قبرشون میفهمیدن، چندین بار گفتن عرب بود میفهمید، ابو جهل، ابو سفیان، امیه ابن خلف، باقی همه میدونستن که داره چی میگه، قرآن خیلی واضح بود، میدن گوش میکردن قرآن که رسول الله میخوندن، گوش میدادن، میفهمیدن، همه متأثر میشدن، نیازی به تفسیر نبود که بیاد رسول الله تبیین چی کنه وقتی این آیات اینقدر واضح است. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میخواد تبیین چی برای جلسه تفسیر بذاره؟ من آقای رضایتون صدا و سیما برنامه بود، بحث برنامه تفسیر قرآن بود، آقای حجت الاسلام آخوند نشسته بود بالا، حالا تفسیر قرآن است، میگه کسی قرآن نمیفهمه. خب کسی قرآن نمیفهمه برای چی مردم جمع کرده برای تفسیر قرآن؟ اصلا این اهانت به انسان هست، یعنی خداوند شما دارید بهش اهانت میکنید که کلامی فرستاده که قابل فهم نیست. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، اینقدر واضح و آشکار هست، میگه من هدایت هستم قرآن برای متقین. این متقین کیان؟ متقین فقط میشه حضرت علی رضی الله عنه، فقط هدایت برای اوست دیگه، حالا هر چی او فهمید ما باید دنبالش بریم؟ نعوذ بالله، مثل گوسفندانی که باید پشت سرش راه بیفتیم، هیچ چی ما نمیفهمیم دیگه، هر چی امام گفت. اینطور شما متاسفانه در بحث امامت انسان اینگونه شما پنداشتید، گوسفندانی که باید پشت سر امام برن، انسان نیست. اون انسانی شما معرفی کنید چیزیست که خدا میفرمان که اولائک کل انعام، هیچ درک و فهمی ندارن. خب قرآن داره با من صحبت میکنه، با شما داره صحبت میکنه، چرا من بعد نیاز داشته باشم به یه فرد دیگه؟ آرزوی هستن یا تماس بعدی؟ بله بفرمایید. آقای حسینی جانم بفرمایید. همین قرآن با همین خصوصیات رو در عهد در زمان رسول خدا پیغمبر بر همین مبعوث شد. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یذکر، بر همین قل هو الله احد. بر همین ای که برای ما خیلی سهل و آسان، پیغمبر برای تبیین همین ها اومده است. و همینطور در طول زمان ما همین الان هم نیاز داریم بر اون تبیین. چرا میگید ما نیاز نداریم و خودمون میتونیم؟ الان شما بفرمایید تبیین الان امام چیه؟ تبیین امام همونی که پیغمبر گفته اینها زامن اجرایی هستن برای حالا کجاست کسی که زامن اجرایی است؟ آقا نیست، از ترس حیات خودش از انظار مردم پنهان شده.
میخواد ضامن اجرای چی باشه؟ قبول نداری. همین که میفرمایی که بود است و غایب شده است، اینم برای تهنه به ما میگی یا اینو قبول داری واقعا؟ چی؟ همین که میگی بود است و غایب شده است و از طرف جانش و غایب شده است، من اینو بر اساس نه با من اساس اعتقاد شما میگم. میگن که اصلا شما معتقد هستید که این امام، من اصلا که ما نیازی بین نداریم. من میگم که انسان حتی اون آیت الله مطهری هست میگه که انسان دیگه به درجه رشد عقلی رسیده بود که قرآن بر این انسان ها مورد خطاب قرار داد. هنوز شما انسان و انسان رشید نمیدونید، هنوز شما انسان و یک انسان صحرانشین بی فرهنگ که اصلا هیچ گونه ادب و تعلم و علمی نداشته میپندارید. با اینکه قرآن هست، شهرنشین باشه، وجود قرآن هست، هیچی اصلا هنوز از نظر شما انسان ها از دید شما با گوسفند هیچ فرقی نمی کنه. در فکر امامت انسان با یک گوسفند فرقی نمی کنه، هیچی نمی فهمه. نیازی به تبیین امام هست، اونجا هم یک گوسفندیست باید یک چوپانی داشته باشه. چه فرقی میکنه شما بفرمایید؟ قرآن میگه من برای شما نازل کردم، بفهمید. ایها الناس تدبر کنید در قرآن. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. به کی میگه؟ به امام داره میگه. میگه ای امام، اگه این برداشت شما باشه بعد بگیم که خدا داره امامو توبیخ میکنه. میگه امام، مگه رو قلب تو قفل است؟ چرا در مورد قرآن تدبر نمیکنی؟ یا داره به انسان ها میگه، به مخاطبینش میگه که چرا در قرآن تدبر نمی‌کنید؟ قرآن که خیلی واضح آشکار هست، یا اینکه رو قلباتون قفل زده شده. این آیه چی میگه شما آقای رضایی؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. مخاطب کیه؟ مخاطب ما هستیم، نوع بشر. خب. اما همین تدبر و تفکر است که ما را سوق میدهد به سوی کسی که ما را از این قرآن بهره‌مند مکنه به سوی کمالات. ولی نگفت که فرمودی افلا یتدبرون الچی، امام یا گفتن قرآن؟ قرآن. خلاص، کجا قرآن گفته که بعد یکی باشه که قیمش باشه؟ خب همین رو سوره جمعه هو النبی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو. رسول، امام که رسول نیست. این رسول هم وظیفش انجام داد، قرآن خوند بر ما، بر مردم، وحی که بر پیامبر نازل میشون و به مردم رسوند و ساخت امت و ساخت. خب اگر اینا شما، اگر شما این را بگیم خب قرآن گفته، رسول نبی که نگفته است که. عجیب، هم رسول بوده هم نبی بوده. هم نبی هم خلیفت الله هم. نه نه دقت کن آقای رضایی، شما دارید الان امام و مقام نبوت، همون اعتقادی که دارید و علماتون میگن، حالا شما نمیخواد صراحتا بگید که امام بالاتر از نبی و رسول هست. خب این اعتقاد تو کتاباتون نشه، عقایدشی هم هست. صحبت از رسول هست، هیچ وقت صحبت از امام نیست. امام انسان به وسیله پیروی از قرآن و یقین داشتن به وعده‌های خدا و صبر کردن، انسان به این امامت در دین میرسه. به یک گروه خاصی هم متعلق نیست، هر کس این صفت داشته باشه. ما ائمه زیادی در طول تاریخ داشتیم، ائمه دین، ائمه هدایت، و جعلناهم ائمه يهدون بامر لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. صبر و یقین داشتن به آیات خداوند، با این امامت میشه. همطور که حضرت ابراهیم فرمود که حضرت ابراهیم به چه خاطر به امامت در دین رسید؟ به خاطر تحمل سختی ها، یقینی که به وعده خدا داشتن. و بعد خدا گفت که من تو را به عنوان امام قرار میدم، گفت آیا در زوره من هست؟ همه گفت نه، فقط اون کسانی که در این راه تو باشن. کسی که ظالم باشه امام در دین نمیشه. کسی که ظالم هست، کسی که به خاطر دنیا میاد دینشو میفروشه، فتوا میده، فلان میکنه، اختلاس میکنه، میکشد، اینها هیچ وقت امام در دین نمیشن. امام در دین مشخص است، ابراهیم صفت بد باشه، اون وقت میشه امام در دین. هر کس این صفت داشته باشه، تحمل سختی ها کنه، بعده خدا یقین داشته باشه، داخل اون آیه مشخص کرده دیگه، در سوره فصلت مشخص کرده که چه کسانی شاملش میشن. حامیم سجده که کانو به آیات لما صبر و کانو به آیاتنا یوقنون، این دوتا وقتی باشه میشه امام در دین. مشخص هست دیگه. ما بحثی آقا امامی که شما بگید در قرآن نداریم. این امامی که شما میگید توهینی به انسان هست.
توهین به انسان هست. بله آقای حسینی، من که الان صحبت از امام نکردم، من گفتم قرآن میفرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا، شما فرمودید که این رسول است. من عرض کردم حالا این ضعف من و این نقص این تفکر من کجاست که گفتم رسول هم رسول است و هم نبی است و هم خلیفه الله است و هم امام است و هم ولی الله. رسول خدا 5 تا منصب الهیه را داشته. حالا همین رسولی که اینجا اشاره کرده همون نبی الله هم هست دیگه، مگه نیست؟ مگه اینجا که میگه هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وقتی ما فکر عمره به سوی رسول الله یعنی به فکر نبی الله نمیره؟ خب چی من چه ارتباطی داره با این که بعد از پیامبر کسی باشه که بخواد به عنوان قیم مردم باشه، قیم قرآن باشه؟ چه احتیاجی بود که در امت موسی علیه السلام حضرت موسی مردم رو سوق بدهد به سوی هارون، یا خود رسول خدا بفرماید که انت مندی به منزلت هارون ام موسی؟ چه ربطی داره آقای چیز مثلا به منزله هارون؟ خب بعد چی بگیم؟ هارون نبی بود، آیا علی هم نبی بود؟ علی نبی نبود. خب اما پس مشخص است که منظور اون محبت و دوستی، یعنی اینکه جانشینی که من جانشین خودم کردم الان میرم غزوه تبوک، مثل قضیه است که حضرت موسی علیه السلام وقتی که رفت به ملاقات پروردگار، هارون را جانشین خودش قرار داد. بحث فقط جانشین نیست. نه من تو دوستت دارم، برخلاف اون چیزی که منافقین میگن. کاری نداره آقای چیز. آقای رضایی، شما تا زمانی که اینگونه فکر کنید خود را یک انسانی که در درجه دهم حساب کنید، هیچ وقت از هدایت قرآن استفاده نخواهید کرد. کسی که خود را لایق هدایت قرآن ندونه هدایت نمییابد. فرمودن که هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان، هدى للمتقین، هدى و رحمت للمحسنین، یهدی للتی هی اقوام. همه اینها اوصاف قرآن است برای کسی که واقعا دنبال هدایت قرآن باشه. کسی که بفهم قرآن بله هدایت میده، من میفهمم قرآن چی میگه، ولی کسی میگه من قرآن نمیفهمم، هیچ وقت از هدایت قرآن استفاده نخواهد کرد. بدین خاطر انسان پرست میشود، دچار تعدد آلهه میشود، سرگردان هست، نمیدونه چه کار میکنه، خدایان زیادی خواهد داشت. یتیهونه فی الارضی، نه که 40 سنه، بلکه 40,000 سنه هم اگه شما با این فکر باشید سرگردان خواهید بود. هیچ وقت به انسان حقیقت و هدایت نخواهد رسید. هیچ وقت قرآن هدایتگر اینگونه افراد نخواهد شد که بگه که قرآن من نمیفهمم. بعد کی باشه؟ وقتی قرآن داره میگه که دلیل متقین است، میگه نه این چیزی دیگری است، باید تو رو میرسونه به کسی دیگه. خب صحبت از متقین میکنه، صفات متقین هم ذکر فرموده. متقین چه کسانی هستن؟ بحث ایمانشون به غیب هست، به الله هست، به آخرت هست، عملشون هست، چیزای عملی که انجام میدن، نماز هست و زکات میدن، به کتابای قبل ایمان دارن. این صفات متقین هست. قرآن میگه که من هدایتگر این گونه افراد هستم. وقتی بحث روزه میشه میگه که لعلکم تتقون، روزه میاد ما رو به تقوا میرسونه. دیگه چی میخوام من برای چیزی؟ قرآن که خیلی داره واضح و آشکار، من افتخار میکنم، من این برای من عزت و شرافت هست که بگم من قرآن رو میفهمم و خدا داره با من صحبت میکند. خود را پست و حقیر نمیکنم که خدا وقتی یک مقامی به من داده، یه منزلتی به من داده، من خودمون بزن تو اسفل سافلین. این اعتقادی که در فکر امامت هست انسان رو حقیر و پست میدونه. انسان هیچ حساب نمیکنه. انسان را موجودی مصادف با باقی حیوانات هست که دیگه بعد اونها را به حرکت در بیارن. خودش نمیفهمه، خودش صلاح خودش نمیدونه. بدین خاطر بحث ولایت فقیه هست که ولی فقیه مردم نمیدونن، صلاح خودشون نمیدونن، ولی فقیه چه نظر داشته باشه؟ قرآن تا زمانی که شما این گونه باش برخورد کنید، نظرتون این گونه باشه، هیچ وقت از هدایت قرآن استفاده نخواهید کرد و بدین خاطر هست. بله صدق کی اون هنوز پشت خطن آقای رضایی، تا زمانی که این گونه هست و این دوستانی هم که همیشه تماس میگیرن، به شدت دفاع میکنند از انسان پرستی، از چه بحث توسل، چه بحث شفاعت، چه بحث امام، هیچ وقت انسان به هدایت نخواهد رسید.
هیچ وقت به حقیقت نمیرسه، هیچ وقت به سعادت هم نمیرسد. ما چون وقت خیلی کمی داریم آقا رضایی، من خیال کنم وقت چه تماستون قطع شده، بفرمایید یه دقیقه هم برای شما. بله من خیلی متشکرم که وقت گذاشتید و حوصله کردید، گرچه دیگه همه وقتی نداریم صحبتی بکنیم، ولی من خیلی تعجب کردم که شما این محدودیت رو از کجا آوردید که فرمودید که خاتم الانبیا این مسئله این حدیث منزلت رو برای امیرالمومنین علی ابن ابی طالب برام قصه یه چیز گفت، برای همونجا که پیغمبر در کلام خودش مشخص و واضح است دیگه، مشخص و واضح است، چون که منزله هارون، هارون که دیگه نبی بود، حضرت علی که نبی نبوده، خیلی واضح و مشخص است. در چه برای چی این سخن رو به حضرت علی گفتن؟ وقتی منافقین حضرت علی رو مسخره کردن، گفتن که تو شدی با پیرمرد و پیرزنها تو رو رها کرده، محمد اگه دوستت داشت، اگه مرد بودی تو رو دی اینجا نمیگذاشت، ولی رسول الله فرمود نه، اینکه من تو رو گذاشتم به خاطر اینکه مقام و منزلتی داری، من تو امین هستی، همونطور که هارون جانشین موسی شد در سفرشون، من الان تو رو جانشین خودم در این سفر قرار دادم. در حدی که رسول خدا او را با هارون قیاس کند و انتیز کرده است، پیامبر بلوف داده و پیامبری که بلوف بزند. درسته، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر هم تشبیه کرده به حضرت ابراهیم علیه السلام و به حضرت عیسی، و حضرت عمر رو تشبیه کرده به حضرت نوح و حضرت موسی علیه السلام، خیلی بالاتر هستند. یعنی ابراهیم بالاتر از هارون هست و عیسی هم بالاتر از هارون هست، موسی و نوح هم بالاتر از هارون هستند. پس تشبیهی که در مورد ابوبکر عمر رضی الله عنه کردند که بس بلوف نبوده، پس اینطوری اگه این منطق میخوام بریم بالا، بس درست بوده اون مقام و منزلتی که اصحاب دادن به ابوبکر، سپس به عمر، سپس به عثمان، سپس به حضرت علی، درست بوده. جناب حسینی میپذیریم اگر مستدل باشد این حدیث، مستدل هست در نزد اهل سنت، حدیث صحیح در بخاری هست، این حدیث منزلت متفقیم، هم شما روایت کردن، هم مهم نیست برای ما که شما متفق باشید، که ما این چیز اهل سنت هست، تو کتابای اهل سنت اومده. شما که اصلا ابوبکر عمر مسلمون نمیدونید که بخواید که در مقام ابوبکر مثالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم زده که مقام مثل تشبیهش کنه به ابراهیم و عیسی و یا به نوح و موسی. وقتی ما تموم شد و داد فرما میگن فردا بار دیگه در خدمت شما هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.